به محض افشای اسناد در مورد جنایت تکان دهنده قتل شهید قیام نیکاشا شاکرمی موج تکسیب در رسانه‌های حکومتی از همون ساعت اولیه به راه افتاد. های حکومتی مثل کیهان که به خود خامنه‌ای خامنه وابسته است و همچنین روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران مهمترین تیترهای صفحات اولشون رو با همین تکذیب‌ها اختصاص دادن. برای این بررسی هم موضوع همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون در استودیو با آقای رضا حفردران حفر خوش آمدید خوشحالم که برای این موضوع با ما همراه هستید تشکر میکنم و سلام و درود دارم اولا به کارگران به خاطر امروز روز کارگر و به کانونهای شورشی زنده باشید آقای حفردران بحث زیادی در رابطه با قتل نیکا شاکرمی از همون زمانی که این شهید نوجوان قیام مردم ایران انقلاب مردم ایران به شهادت رسید به به صورت خیلی ناجوان مردانه ای موضوعات زیادی مطرح بود تا هم اکنون که این اسناد منتشر شده شما برای ما توضیح بدید که موضوع از چه قراره ببینید این تکذیبی که رژیم کرد خب باید میکرد کرد چون فلواقع اسناد افشا شده که البته تایید همون مواردیه که همون زمان شهادت نیکا برملا شده بود اینا هم همونها رو تایید کرده فقط سندای مستند از سپاهش رو شده در نتیجه نکته جدیدی نبود در نتیجه رژیم باید اینو تکذیب بکنه چون که نسبت به قبل از قیام 401 در اون تعادل و قوای قبلی با مردم نیست میدونه فضا فضای بسیار انفجاری جامعه و ممکنه یک چنین چیز تکون دهنده ای که واقعا هم افکار عمومی و خیلی جریه دار کرده یک جرقه ای بشه در نتیجه سراسیمه شده و تمام رسانه هاش ریخته جلو که هر کدوم به شکلی که میتونن تکذیب کنن ولی موضوع اینه که اساساً این جنایت جنایت جدید نیست درسته نه مورد نیکا خیلی موارد دیگه هم اینجوری بوده درسته این که, این که جدید نیست که واضحه الان شما توضیح میدید که رژیم ب... چرا مجبوره که این رو تکسیب میکنه اگر میشه یک خلاصه در رابطه با تکسیبی هایی که رژیم کرده اگر در این رابطه چیزی دارید برای ما بگید که بفهمیم که حجم اون چقدر هست یا چگونه اینو تکسیب میکنه بنا الان شما صحبتتون میگید که این موارد جدید نیست منظور از این که این موارد جدید نیست منظورتون در این رابطه مشخصا چی هستش اول حجم رو که پرسیدید بگم تقریبا تمام رسانه های رسمی رژیم اه. این داستان اومدن تکذیب کردن و جالب نه که انشاشون هم کم و بیش این همه یعنی معلوم از یک نقطه اینا به اصطلاح هدایت شدن که مثل هم بگن و حرف جدیدی هیچ کدوم نسبت به دیگری نداره ولی این که میگید چرا جدید میگم چرا جدید نیست ببینید من خودم یک شاهد که از زندانهای رژیم عبور کردم موارد بسیاری دیدم از کسایی که تو خانوادهش، خانوادهشون مورد تعرض داشتن حتی به مرد به جوانای میان سال از این مواردی که تو دهه تر زنان مجاهد مبارز تو زندان ها آوردن مقاومت ایران قبلا بارها گفته و واقعا مواردی که اصلا آدم نمیتونه بازگو بکنه درست. امکان بازگو کردنش نیست ولی موارد العاده زیادی هست که از خود رژیم بیرون زده اینا شما یادتون میاد اعترافات پاستار سرمست رو چه چیزهایی که نگفته بود از تعرست های برنامه شده آقای هفت وقتی که اسم این شخص رو میدید باید, باید کنم برای بیننده های جوانتر باید یک پیشینه خیلی, خیلی خیلی کوچیک توضیح بدید که این کیه داستانش چه از چه قرار بوده در حد چند جمله که وقت برامه هست این پاس... همه آشنایی نداشته باشن با این بود که در یکی از عملیات ها از ترس جونش خودش رو تسلیم کرده بود اومده بود توی ارتش آزادی بخش و بعد از یک مدتی خودش دیگه نتونست تحمل بکنه فضای ارتش آزادی بخش رو که دید و اومد ماهیت گذشتش رو اعتراف کرد که چه شکنجه هایی کرده و چه جنایت هایی کرده در واقع یه شکنجه گر بوده بله اه... حالا مواردی که از تجاوزها و تعرضهای برنامه ریزی شده این میگفت واقعا مو به تن آدم راست میشد هر بار که یادآوری میکرد اینا علاوه بر خاطرات این پاسدار که اجازه بدید دیگه موارد من ذکر نکنم خطن. قابل حدسه که وقتی دست این جنایتکاران رژیم خمینی به نوامیس مردم برسه چه غلط ها که نمی کنن. ولی نمونه های دیگری که از تو خود این رژیم بیرون زد سر داستان مثلا کهریزک و اعترافاتی که اون زندانیان کردند و نقش پاستار رادان اینا همه روشن میکرد که این تعرض این نمونه مثلا نیکا نمونه ای نیست که فرض بگیریم بگیم این وحشیگری یک پاستاره نه اینا دقیقا یک خطیه که خمینی پیش میبرد خامنه ای الان داره پیش میبره برای در هم شکستن روحیه مقاومت این خط ها اینا پیش می بردن نمونه شدید این مثلا تو داستان یادش به خیر دوست و همکار قدیمم هم. زهرا کازمی و پاستا قاضی مرتضوی اون داستان ها رو که دیگه همه خاطر میارن تعرض و تجاوز و اینجور جور فقط برای در هم شکستن زندانی غالب. اما این مسیر رو سالها زنان مجاهد و مبارز در دهه 60 با مقاومت های خودشون در هم شکستند این مسیری بود که خمینی قبلا میخواست اتفاقا رو باشه تجاوز میکردن تعرض میکردن و مخصوصا به اشکال مختلف نشت میدادن اینو به جامعه که همه بشنون و بترسن و جامعه رو بتونه قف کنه منجمد بکنه بتونه شعله های اعتراض و قیام رو خاموش بکنه قبلا تو دهه 60 از این کار زیاد میکردن به شیوه های مختلف تو قیام های هم یادتون باشه این کار رو میکردن جوان ها رو میگرفتن بعد از تعرض آزادشون میکردن که اینا برن تو جامعه و خلاصه منجمد کنن جامعه رو ولی با مقاومت ها و با گسترش اعتراضات و با پایداری ها این فضا در هم شکست درست. اون فضایی که در سال شست بود که خود خمینی می اومد فتوا میداد جان و مال و ناموس مجاهدین رو حلال می کرد یا اون امام جمعش توی بم علامه فتوا داد اصلا حکم داد که جان و مال و ناموس مجاهدین حلاله و اینجوری به اصطلاح جواز شرع کثیف خودش رو صادر میکرد برای هر گونه تعرض تجاوزی با مقاومت های اینا در هم شکسته شد کما اینکه در همین گزارش در مورد این نیکای قهرمان میبینیم که تا آخرین دقیقه این مقاومت کرده و در واقع این مقاومتش بوده که این جانیان به این جنایت کشونده و در واقع همین خط جنایت بوده که سراخر فرماندهشون میگه جسدشو بندازید تو خیابون چون قرار نیست ما تعداد کشته زیاد بشه یعنی همون موقع هم تو تعادل قوا با مردم وضعیت پایینی داشتن گفته بود قرار ده اون روز 19 تا بیشتر نکشیم این 20 میشد می پس اینو انداختیم تو خیابون که به عنوان خودکشی و فلان اینا جا زده بشه در واقع میبینید که یک مقاومت مستمر چهل ساله این پلیدی ها رو در هم شکسته و الان در این نقطه رژیم رو به یک نقطه رسونده که جنایت رو میکنه ولی جرأتش رو نداره که بیاد پاش واسته حتی در حد خطای یک پاسدار چون میدونه دیگه فضا فضای انفجاریه و دوران دوران این چیزا گذشته در نتیجه به این شدت تکذیب میکنه چرا؟ چون در مقابل هر تعرض این روزها یک آتشی دریافت کرده است قانونهای شورشی و میدونه که این آتش رو نتونست خاموش کنه هیچ گسترده ترم شده و این تهدید هست که سر و پای رژیمش در بر بگیره بسیار لی آی هفترم ممنونم که ما همراه بودید در آتا با, با موضوع بسیار مهم و چه خوب شد که از تجربیاتی که خودتون هم در این زمین دیدی بود کسی که شواهد شاهدینی که دیدین خودشون مورد همین جنایت ها قرار گرفته بودن در حال ممنونم به خاطر توضیحات هر در همین رو برتون. تشکر